سلام وقت بخیر. جرگه به منظور پایان خونریزی مصلحت عمومی، آتشبس و آغاز بدرنگ گفتگوها و همچنان به منظور حفظ دستاوردهای حداقل دو دهه اخیر به رهایی زندانیان رأی مثبت داد و گفت که زندانیان طالبان باید رها شوند و از طالبان هم خواستند که باید به آتشبس حکومت افغانستان و به خاص حکومت و مردم افغانستان لبیک بگن. رئیس جمهور غنی گفت که طالبا باید به خاص جرگه افغانستان لبیک بگن و آتش بس بکنن و برای این به طرف گفتگوی میان افغانان. از سوی هم عبدالله رئیس شورای مصالحه و رئیس جرگه میگه که تمامی بهانه هایی که به منظور ادامه جنگ پیش طالبا وجود داشت اکنون ختم شده و باید گفتگوی میان افغانان هر چه زودتر آغاز شود. ای که بس رهایی 400 زندانی چگونه در قطعنامه 25 ماده‌ای بازتاب پیدا کرد و خواست عمده اعضای جرگه چی است و بالاخره طرف طالبا که متعهد به آتشبس و آغاز گفتگوی میان افغانان است یا نه که متعهد به آغاز گفتگو در خلال یک هفته شده، بیشتر صحبت میکنیم در این برنامه با مهمانان مقایان. بسم الله افغان مل والی پیشین ولایت اروزگان عبدالستار حسینی عضو مجلس نمایندگان افغانستان و همچنان دکتر حکمت الله حکمت آگاه سیاسی که از طریق خط اسکایپ از سویدن با ما وصل هستند. به بحث بسیار خوش آمدین آقای افغانمل. با شما قصد بکنم، شما در جرگه هم شرکت داشتین در قطعنامه 25 ماده‌ای که صادر شد. خواست مشخص افغانستان چقدر امیدواری را برای آتش بس و رفتن به طرف گفتگو بیشتر می‌سازه؟ دلوی خدای پنامت هست جناب وکیل سیفتا و گران دوست جناب حکمت سیفتا او در خورشید تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات اخیمو. لویه مشورتي جرګه چې د جمعې په ورځې څخه شروع سوله، درې ورځې دوام وکوي او نن په خیر سره پای ته ورسېده او تقریبا د درې زره پنځه سوه کسانو شاوخوا کې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه د مختلفو کټګوریو شاوخوا درویشتو یا فکر کوم کټګوریو خلک وو، اشخاص وو، د پارلمان د محترم وکیل صاحبانو، سناتور صاحبانو، ولایتي شوراګانو او د مختلفو اقشارو و اصنافو استازو ګډون کړی وو. هلته یوه ورځ یوه نیمه ورځ موږ په کمیسیونونو کې کار وکړی او په کمیسیونونو کې مختلفو مسایلو باندې بحث وسو چې یوه مسله چې ډېره اهمه مسله وه او ډېره مهمه وه هغه دا وه چې څلور سوه بندیان چې دولت وایي چې د دې صلاحیت د یو مشوره باید حکومت خلک ملت مشتراکي په هغه باندې بحث و چې دغه څلور سوه کسان چې مخکې تر هغه تقریبا د دوهې د توافقاتو په اساس د څلور زره شپږ سوه کسان آزاد شوي وو او دا څلور سوه پاته وه د مختلفو دلایلو په اساس په هغو باندې جرګې په اکثریت په اتفاق د آراو البته په اکثریت د آرانه بلکې تقریبا په اتفاق د آراو یعنی اکثریت برخی اعضاو د شور د جرګې نظر دا او تو فیصله دا وه چې دغه متباکي څلور سوه کسان د دې دپاره چې دغه بنبست د منځه ولاړ سي او بین الافغاني خبرو ته زمینه مساعده سي دا باید خوشي سي. البته په هیڅ د عقل عبدي که په چا باندې څه عقل عبدي وي هغه به بیا څوک حق لري چې خپله دعوه وکړي د محاکمو د لارې مخته یوسي، اما حکومت باید دغه مسله د دې دپاره چې دغه بنبست د منځه ولاړ سي او ژر تر ژره بین الافغاني خبرو ته زمینه مساعده سي نو د ټولو اعضاو د جرګې اتفاقا دا فیصله او نظر و چې دا خوشي سي. نن بالاخره همین محتوای بس 400 نفر را که شما داشتین در درون کمیته ها چگونه رویش پس کردین؟ بسیاری ها شکایت داشتن که هویت افرادی که در بند حکومت افغانستان هستن مشخص نبود در کمیته ها، بر افراد و اعضای کمیته مشخص نبود که اینا کی هستن و چطور حکومت خپل حکومتی مسئولین و اراکین و خپل خبرو کی دا واضح کړل مخکې له دې چې جرګه جوړه سي چې دا څلور سوه تنه افغانان دي او موږ هم هلته یو قید لرو په فیصله کې. یو قید شته، قید دا دی که چیرې خارجي اتباوي په دې کې هغه دې خپلو هیوادونو ته تسلیم سي په اساس د ضمانت او دغه بینالمللي اصول په اساس. یعنی در کمیته یک سوال پاسخ داده میشد که رها شوند یا نشوند؟ نه، افغانان باید رها سي. افغانان اسیر افغانان هغه بندیان چې سیاسي بندیان دي د طالب په نوم بندیان دي هغه باید خوشي سي. هغه بندیان چې طالبانو یې لیست ورکړی دي
د دوه د توافقات په اساس دغه لیست په اساس باید د څلور سوه خوشي سي تر څو دغه راتلونکو بین افغاني خبرو ته زمینه مساعد شي. څه امیدوار هستین که بیکار صورت بگیره؟ حکومت نن جلالت ما پر سیف جمهور د افغانستان او د سولې د مصالحې عالي شورا رئیس جلالت ما پر سیف عبدالله عبدالله او د جرګې چې په ضمن کې د ضمنن د جرګې ریاست چارې هم په غاړه وي هغوی د خلکو سره د خپل ملت سره وعده وکړله چې په خاص توګه رئیس جمهور هغه وویل چې ډېر ژر به د دې بندیانو د خلاصون سلسله شروع سي. زه مطمئن یم چې سبا یا بل سبا کې به دا سلسله شروع سي. تشکر خو حسیني، چقدر امیدوار هستین که این تصمیم جرګه سبب ختم جنگ میشه و سبب آتش بس میشه و گفتگویی که باید آغاز شوه؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض ادب خدمت شما و جناب والی صاحب، برادر بزرگوار ما جناب حکمت، سلام بر شما و سلام خاص دارم به نیروهای قهرمان وطن. ببینین طی سالیان سال است که حکومت افغانستان و ملت افغانستان قربانی میدن. آخرین گزینه طالب ها همی بود که 450 نفر یا اضافتر یا 400 نفر اینا کسایی بودن که اینا 156 نفر محکوم به اعدام بودن، 105 نفر اینا حق العبدی داشتن، 53 نفر کسایی بودن قاچاق مواد مخدر داشتن، مافیای مواد مخدر بودن که اینا هر کدام از اینا میلیون ها میلیون دلار در اختیار طالب ها گذاشته بودن که طالب ها نام اینا رو به فرست طالب ها بدن. کسایی بودن که اختطافچی ها بودن، کسایی بودن که خارجی ها بودن. خب ما بارها گفتیم که از انس حقانی شروع تا 4000 نفر تا ای هم آخری حکومت افغانستان و ملت افغانستان جام زهر بوده که اینا رو نوشیدن و ما به خاطر که خواست و آرزوی دیرینی ملت افغانستان صلح است و ملت افغانستان میخواد در یک صلح آرامش زندگی کنه، اما متاسفانه که همسایه ما رو اجازه نمیده. این حال ما قربانی های خود دادیم، ما ضرر مالی و جانی رو دادیم. این حال جا داره که طالب ها دست از لجاجت، دست از خشونت، دست از کشت و کشتار و ویرانی برداره. این چیزی که سر ملت افغانستان و حکومت افغانستان بود پذیرفت و ما ایره گرچه که من خودم شخصا به لوی جرگه شرکت نکردم و دلالی دادم پیش من هی بود که ما پیشنهاد دادیم برای جناب جلالت ما رئیس جمهور در صورتی که شما میخواییم که جرگه رو بگیریم. خانه ملت هست، سنا هست، نماینده شورای ولایتی از هر ولایت دو نفر رئیسش و معاونش بخواین، قوه قضایی سارنوالی و ستر محکمه هست، در رأس هم شما رئیس قوه اجرایی هستین. یعنی از صبح ساعت 9 میشینیم تا ساعت 2 بجه هر کس میره به خانه خود. این 330 میلیون افغانی پول هنگفت مصرف کردن به خاطر جرگه و کسایی که از ولایات میآیند، اکثر از اینا 3500 چند نفر، شاید بین از اینا ما بتونیم بگوییم که 500 نفر از اینا متوجه بوده که چی گپ هست. 3000 نفر اینا را آوردی از اینا هنگفت مصرف کردی. خب بازم اگر طالب ها پشت خرابی و ویرانی وطن نگرده بهترین شرایط برشان مساعد است. جرگه نیاز بود که برگزار شود یا که آنچه را که شما یاد کردین که نیاز نبود تا خب چون این بحث اتفاق بیفته؟ حداقل بحث رهایی 400 زندانی چگونه؟ ما طرح ما دیدگاه ما همی بود که باید به خانه ملت می آمد بدون عزینه، بخاطر که ما یک کشور فقیر هستیم، 330 میلیون افغانی، از این به احتمال زیاد که نصف زوحیف مل شده، کسی نیست که باز پرسان کنه که شما به کجا مصرف کردین. لوی جرگه آمد، دایر شد، کرایه داد، پیسه داد مردم که در کابل هم بود، نام خود نوشته کرد، پیسه را گرفت. او کسایی که از مرکز هم بود یا از دیگه هم آمد. خب این ما ملت ما گشنه هست، ملت ما فقیر است. ما به ولایات همیشه سفر میکنم، ما به کمیسیون امنیت داخلی هستم، ما وقتی که میرم ملت ما میبینم که نان خوردن خود ندارم. حالا چون این کار شد با هدف ختم خونریزی و ختم جنگ، آیا فکر میکنین که طالبا پس از این تعهدشان بجا بکنن و برن به طرف آتش بس و گفتگوها شروع شود؟ طالب ها اگه به دستور عمل پاکستان و ایران عمل نکنه و کشورهای خارجی عمل نکنه، 100% صلح میاد. چقدر امیدواری وجود داره باقی حسینی؟ ایره گذشت تاریخ، سیر تاریخ، چون مدت زمان بسیار کوتاه هست، امشب مشخص میشه که اینا وجدان سالم داره، آیا اینا مسلمان هست،
آیا اینا در پی خرابی وطن نداره؟ فردا هی وقت شام ما گزارش میتونیم بدیم بر رسانه ها که اینا در 34 ولایت افغانستان در شاره ها در بیزه ها نظامی های ما ملکی های ما را اینا شهید نکرد. قربانی را ما دادیم، قربانی را حکومت افغانستان داد، مالی جانی و مجرمین خطرناک که اونا نباید رها میشد، اونا باید اعدام میشد. خارجی حق نداره بیاید منافی کشور ما را در خطر بندازه، خارجی هم رها شد. قاچاقبر مواد مخدره که ما عضو کنوانتون مواد مخدر هستیم که ما نباید زهر و ترانزیت مواد مخدر کنیم، اینا به کشورهای غیر هم ترانزیت مواد مخدر کردن، اینا مافیای مواد مخدر هم رها میشه. اختطافچی های هم که میلیون میلیون از مردم بدبخت تجار اونا گرفته، بعدم پیسیش هم گرفته، بچیش هم توتا توتا کرده وردن داختن، اونا هم رها میشه. ممنونتون. بقیه حکمت فیصله جرگه همی شد که رئیس جرگه مشورتی صلح آقای عبدالله هم گفتن که با آخرین بهانه طالبا با خاطر ادامه جنگ هم برداشته شد و حالا وقت ازی است که طالبا با آتش بس رو بیارن و گفتگوی میان افغانان آغاز شد. شما نتیجه جرگه و آنچه که امروز گفته شده چگونه ارزیابی میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنوی عزیزی صاحب تاسو ته، ما ډیر درنو ورور افغان مال صاحب ته، زما د سنگر ملګری دوست عزیز وکیل صاحب حسینی ته، تاسو همکارانو او لیدونکو ته، زه کېدای شي چې زما استدلال زما خپل وي. زه په لومړي ځل باندې ویلی سم چې افغان سیاستوالو خپل د ولس په وړاندې باندې خپل مسؤلیت او رسالت څنګه چې ولس غوښتل په هغه شکل یې ادا کړلی. راواکی بود باندې اوس خبره نه کوم، تل موږ د ولس خبره نه واورېدلې، ولس ته مو فریب ورکړی وو. زه دغه ټولو ګډونوالو ته چې مخالف وو که موافق وو، که یې ګډون هم نه و کړی لکه حسیني صاحب غوندې چې یو دروند شخصیت دی، وکیل دی، د نظر څښتن دی، دوی ته مبارکي وایم چې تاسو د وطن ګټو ته رایه ورکړې ده، تاسو د ګاونډیانو ګټو ته رایه نه ده ورکړې، تاسو د بهرنیانو ګټو ته رایه نه ده ورته ورکړې، تاسو هغه بدمرغه ناراضي جنګي ورور دې ته مجبوره کړلی، ومو هڅولی چې سره پر میز باندې کښینې د توپک خبره بس کې. زه د دغه جرګې دوې درې نقطې چې ډېرې اړینې دي، د استاد سیاف دروند برخور چې راغللی، ډاکتر صاحب عبدالله یې پر ځای معرفي کړلی، د ډاکتر عبدالله ډېر مدبرانه ریاست په دغه درنه غونډه کې، نن د ملي مشر ګډون د حامد کرزي وینا چې واقعا د احساساتو او د اوښکو سره بدرګه سوله خلکو ورته لبی کولی، د ډاکتر صاحب اشرف غني د خوا څخه د جرګې د مشورې منل او ځای پر ځای دا هغه تایید، دا ټول هغه پر مسؤلیت تاریخي ګامونه وو چې یو وخت به راتلونکي نسلونه داسې څه وبولي چې د یوې نیکمرغې پروسې چې هغه صلح ده د هغې شروع ده. ما دغه ستاسو د خپرونې شل دقیقې مخکې د یو بین المللي رسانۍ سره د ښاغلي شاهین خبرې اورېدلې، هغوی په قطعي توګه باندې په داسې یو حالت کې راګیر دي طالبان چې نور دوی منطقا څه نه لري چې ووایي چې موږ بین الافغاني ډیالوګ ته نه داخلیږو او یا نورې غوښتنې لرو. البته چې غوښتنې به دواړه لورې ولري، ولې دا وروستۍ پروسه ده چې کوم وخت موږ ډیالوګ ته ځو بیا به هر یو خپله غوښتنه ولري. ولې اوس عظیمي صاحب زموږ هیله دا ده، غوښتنه مو دا ده چې دواړه لوري به یو ګام بل هم اخلي، چې دا تاریخي ګام واخیستل سو یو ګام به بل هم اخلي، او هغه ډېر په طالبانو باندې ده، پر حکومت باندې هم چې په لومړنۍ ناسته کې به دوی موږ ته دواړه د قرآن اعظم الشان پر سر باندې لاس کې وایي به چې نور د ورور په وړاندې باندې توپک کارول نشته، پر میز باندې جګړه ده، په کلونو دي دا جګړه په سیاست کې وي، خو اوربندې وکوي، جګړه دې بس کې. دغه غوښتنه هم که عملي سي، دغه دواړه لوري د تاریخ هغه څوک دي چې په دې څلوېښت کاله کې کېدای شي دوی وړونکي وي د ولس په فکر او په نظر کې. آغاز بیدرنگ گفتگوها و به هدف ختم خونریزی و مصلحت عمومی 400 زندانی را جرگه رای مثبت داد. فکر میکنین که با توجه به نگرانی هایی که مطرح میشه، آقای حسینی هم بیشتر مطرح کردن که اگر ایران، پاکستان و کشورهای دیگه بگذارن باید گفتگوی میان افغانان آغاز شود، چقدر شما امیدواری را بیشتر میبینین موانعی که بر سر صلح وجود داشت او برداشته شده؟ په نړیواله کچه باندې موانع ډېرې موجود نه دي. د امنیت په شورا کې یو توافق موجود دی د دغې پروسې د ملاتړ څخه، هغه لابي چې امریکایانو وکول هغه تر اوسه پورې لا هم پر ځای ده. په سیمه کې دغسې هېوادونه لکه پاکستان په لومړي قدم کې ایران، هغوی ویني چې په راتلونکي سوله ییز افغانستان کې د دوی ګټې تر دغه افغانستان چې دوی پکې دخالت وکړي جګړه مخته بوځي ډېره ده. د نړیوالو فشارونو په نتیجه کې خصوصا د امریکا او د روس ته مداخلې
په نتیجه کې پاکستان او ایران هم قسمه دې ته حاضر دي چې په افغانستان کې یو بل څه وویني د جګړې پر ځای باندې. ولې تر ډېره پورې اعظمي صاحب دا اوس په موږ پورې اړه لري؟ دا موږ یو چې د لورو د ګټو دپاره لوبیږو، د پاکستان ګټې زه افغان تمثیلومه، زما دپاره هېڅ لاهوري جنرال نه دی ناست زما په وطن کې راته ووایي. دا د هغه ځای څخه دستور راکوي، د ایران د ګټو ممثل زه یم، د امریکا د ګټو ممثل زه یم، د روس او د چین د ګټو هند ممثل بنان که زه وغواړم چې د هغوی ګټې په یو سوله ییز افغانستان کې دوی ته ضمانت ورکړم، دغه پاکستان هم دې ته حاضریږي چې نور څه وکوي نسبت ودې ته چې دا څلوېښت کاله یې زموږ په وړاندې باندې کړي دي. بنان تر ډېره پورې مسؤلیت په موږ پورې دی چې موږ نه باید د نورو شیطاني اذانونه واورو، بلکې خپل وجدان او خپل آینده رسالت ته غوږ ونیسو، بین الافغاني دیالوګ ته داخل شو. تشکر. یک مینوټ برنامه میگیریم، دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدین. لوی جرگی مشورتی سول فیصله در پیوان به رهایی 400 زندانی طالبا اعلام کرد. آخرین بهانه طالبا برای ادامه جنگ هم به گفته رئیس جرگه از میان برداشته شد. 400 زندانی رئیس جمهور متعهد به شد که با فرمان رها خواهند شد. اما ادامه ای روند افغانستان به کجا میبره و بحث گفتگوی میان افغانان چه زمان شروع خواهند شد؟ افغان مال تضمینی که حالا باید وجود داشته باشه. شما 400 زندانی را رأی مثبت دادین که رها شود، چه تضمینی وجود داره که اینا به خط جنگ دوباره بر نگردن و حکومت هم بیا بگوید که خب نظر و مشوره جرگه بود که اینا رها شدن؟ در توافقات و اساس او خپل د مقابل طرف یعنی د طالبان و تحریک د مالو نشرات و اساس چې دوی کوم نشرات و اعلامی خبرې سوي دي، وی هم خپل دغه اسیرانو ته توصیه داده شي باید په جنگ کې اشتراک وکړي. او امیدوارم چې دا خلک جنگ کې اشتراک ونه کړي، ځکه دا خلک جنگ د چا په ګټه هیچا طرف په ګټه نه دي. په داسې حساس وخت کې چې دلته مذاکرات روان دي، نو امیدوارم چې دا کار ونه سي، ځکه په هغه سره به ممکن بیا یو ډول مشکلات پیدا سي. انشاءالله زه امید لرم چې دا مسله به داسې به ونه سي. ولې زموږ یعنی د جرګې د برخوالو د خلاصون سره سم یو بل غوښتنه هم درلوده، هغه دا وه چې کله چې دا څلور سوه تنه چې دا تر څو اونۍ یا څو هفتې تقریبا دغه مسلې دوام پیدا کړي او په هره ورځ په تیریدو یې هلته جنګ زور اخیستی، مشکلات نور پیدا شول، په هغه کې فیصله داسې وسوه چې د دې څلورو سوو کسانو د ایله کېدو سره سم د طالبانو څخه هم د طالبانو د اسلامي تحریک څخه هم دا غوښتنه وسوه چې سمدستی باید په بین افغاني خبرو په شروع سره سم باید اوربند اعلان سي. یعنی زه متأکد یم چې د بین افغاني خبرو په شروع کې به اوله موضوع چې په هغه باندې بحث کیږي هغه به انشاءالله د اوربند مسله وي، او اوربند باید بین افغاني خبرو کې پروبر باندې دایمي اوربند باندې باید خبره وسي. دا د ملت غوښتنه موانع اساسي و چالشوی کلانی که سر روی صلح افغانستان به تصمیم برداشته شد. انشاءالله هغه څه چې ډېر مهم معضله وه او تقریبا مقابل طرف هم د دوهې د توافقات په اساس په دې باندې ټینګار کوه چې زموږ سره فیصله د 50,000 کسانو د خلاصون او د رهایي ازادۍ سوې ده، او دلته 400 تنه پاتې دي او 4500 کسان خوشي سوي دي، باید دا هم په هر قیمت چې وي خوشي سي. په اساس دغه توافقاتو چې لیستونه یې مخکې حکومت ته ورکول سوي دي، په هغه لیستونو کې هېڅ خارجي نشته، هغه ټولو ته معلوم دي، ادرسونه د کورونو یې د کلي د کوڅې او د قریې د ټول معلوم دي، هغه تقریبا ټول افغانان دي او سیاسي بندیان دي تر ډېره حده پورې، یا په جنګ کې نیول سوي دي، یا طالب په نوم نیول سوي دي، یا په یو نوم یا بل نوم. اکثره ممکن داسې کسان هم په دې کې وي چې اصلا هېڅ د طالب سره وي هم نه، ولې د طالب په نوم مشکوک په نوم په دې نوم او په هغه نوم په یو او بل نوم ممکن نیول سوي. خب نگرانی کلان مردمی است که 4000 چند صد زندانی طالب رها شد اما هیچ گونه مشوره با مردم صورت نگرفت، اما 400 زندانی که مشوره شد این خود توافق طالب با امریکا بود، چه تصمیمی وجود داره که اینا دوباره نبین؟ اما سوال را بیشتر پرسیدم جوابش نگرفتم. دا اغا سوال دی چی ده هر افغان سره په ذهن کې دی، حتی د جرګې د برخوالو سره هم دا سوال په ذهن کې و او دا سوال مطرح شو په دې باندې بحث وسو. اما د حکومت استدلال او جواب دا و چې دی کې مشکلات و، دی خلکو غټې قضیې درلودې، دی غټو غټې دوسیې درلودلې، موږ دپاره سخته وه چې دا خوشې کړو، خو بالاخره
باید مراجعه ملت سوی او د ملت استاذ سره شریک سوی ده مثلا دا شید ملت استاذ په پارلمان په د افغانستان ملي شورا دواړو مجلسینو شوراګانو ولایتي شوراګانو د مختلفو کټګوریو او اصناف او اقشار او استاذو علما کرام او خویندو زموږ مدني فعالانو ټول اشتراک وکړي سپینجرو مخورو شخصیتونو حتی نن په دې غونډه کې په اختتامیه غونډه کې د افغانستان ملي مشر جناب حمید خان کرزی صاحب اشتراک وکړي چې په ډېرو ګرم استقبال یې وسو په لویه جرګه کې تاسې به اوریدلی وي او هغه هم د دې پریکړو څخه خپل حمایت اعلان کوي او یو تعداد نورو مخورو شخصیتونو د سیاسي شخصیتونو د افغانستان هم په دې که گجون در لودی، حضور در لودی، آوغی هم بابی تصمیم میره که شما گرفتین امروز در جرگه مردم منتظر چی باشن؟ حالا بحث کلانی است که تا سی روز، آقای کرزی گفتن تا سی روز طالبا گفتگوهایی میان افغانان نمیپذیرن و گفته هایی که وجود داره در خلال یک هفته چون این کار خواهد شد؟ چی روحیه را شما میبینین در طرف طالب؟ در جریان که قرار در اظهارات و در جرات مپرس جمهور و در سوری در مسئله دالی شورا در رئیس سید اظهارات و در قرار پا اساس باید مذاکرات پا دی افتا که شروع سی بین افغانی مذاکرات او اول ناس به هم ممکن په قطر کې اوسي او د بندیانو د اسیرانو د خلاصون سلسله ممکن د سبا څخه شروع سي او امید چې په ورځ دو ورځو کې دا ټول خلاصي خلاص په اساس هغه خپلو اصولو له هغه نه وروسته بین افغاني مذاکرات شروع کیږي انشاءالله. تشکر آقای حسینی. پایان خونریزی مصلحت عمومی آتش بس، آغاز بدرنگ گفتگوها، حفظ دستاوردهای افغانستان، ای از جمله خواستهای درشت جرگه بود که در 25 ماده ارائه شد به طرف حکومت و جامعه بین المللی. مردم همگی آگاه شدن از فیصله جرگه. چقدر امیدوار گفتگو هستین که گفتگوها شروع شوه و اینمی فیصله جرگه منجر شوه به آغاز گفتگوهای میان افغانان؟ خب ما هیچ وقت نامید نمیشیم. من امیدوار هستم که طالب ها سر عقل بیه واقعا اگه اینا به خاطر افغانستان یا حب وطن به ذهن و قلب زیاد هست و اینا به خاطر افغانستان تاریخ 5000 سالی افغانستان و اینا میخواه که زحمت بکشه و اینا میخواه که جایگاهی داشته باشه بر ملت افغانستان و مورخین مینویسه اینا باید یک اعلامیه خواه امروز میداد امشب باید یک اعلامیه بده برای کسایی که در افغانستان هست و امینا سلا داره اینا به اعلامیه میده الا نتیجه ختم نتیجه گفتگوهای ما شما با سر بیز، شعرا، مردمان ملکی، تجار، قاضی، معلم هر کس هست هیچ کس نمیتونه برای من چیزی بگوید اما چون این کار نشد اما چون این کار نمی کنه بنان ما اراس هزی داریم که یک بازی بسیار خطرناک سیاسی در راه است و ملت افغانستان باید مردانوار در کنار امین نظام استاد شود امین نظامی که یا به تقلب یا به قانونمندی یا به هر طریقی که آمده یا به مصلحت اینا آمده امروز این دفعه دیگه بفهمه که جنگ طالب ما از سالیان سال است که میگیم که جنگ طالب نیست جنگ استخبارات است جنگ کشورهای بیگانه است جنگ های نیابتی است این دفعه آن کسی که توانایی داره در افغانستان در کنار نظام استاد شود زن مرد مسلح شود بر علیه اینا به خاطر که اینا گفت انس اقانی رو رها کنیم ما صلح میکنیم انس اقانی همراه چند نفر از رها شد گفت 4000 نفره که باید از روز اول جناب رئیس جمهور امی جرگر دایر میکرد چی خوب بود که از اول همه 5000 نفر از اینا که اینا پیشنهاد کرده بود ای جرگر دایر میکرد زیر همی که مردم سوال داره که چرا 4615 نفر رها کردی آیا اینا عقل عبدی نداشت اینا کلی گسای منصبای ما رو کشته اینا کل افسرای ما رو کشته اینا انفجار داده اینا ترور کرده تاسیسات ما رو از بین برده شما دیدین که یکی از جنرالای قهرمان امنیت ملی جنرال عبدالله خان لغمانی او رو شهید قاتل زم رها میشه بچاره زنبق انفجار شد اونام رها میشه چی بهتر بود که از روز اول می جرگره دار میگه خب حالا ما با فال نیک میگیریم ما قربانی خود دادیم ما آماده هر نوع آمادگی به پذیرش به صلح هستیم اما متاسفانه اربابای زینا بر زینا
طرزی تفکر دیگی داده. اینا میگه ما امارات میخواییم، اینا میگه دولت افغانستان دولت دست نشانده است. تا فعلا اینا جنگ میکرد میگفت که آمریکایی آمد افغانستان اشغال شده. همراه آمریکایی شیش برای خود بوجی بوجی دلار گرفت، فعلا به پاسپورت آمریکایی به یک کشور به یک کشور میره. اما متاسفانه سرباز اردوی ملی که با پنج وقت طهارت و پنج وقت به جماعت نماز میخونه و تلاوت قرآن شریف مینه او را میره میکشه، میگه ما جهاد میکنیم. بنان بر زنا از جای دیگه دیکته میشه. ما برای شما یک چیز میخوام بگویم، آخرین گفت ما میخوام بگویم. به این اواخر تای 15 روز بزرگترین سرهنگای اطلاعات ایران آماده به حوزه غرب اوج شناسایی میکنه، گروپ ها را تنظیم میکنه، برشان پیسه میده، برشان تجهیزات میده. خب الان ما چی وقت میتونیم امیدوار باشیم؟ تشکر، تشکر. یک میان برنامه میگیریم، دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدین آقای حکمت. با توجه به حرفایی را که داشتیم، با توجه به وضعیت افغانستان و چالش‌ها و موانع اساسی در پیوند با پروسه صلح که جریان داره، فکر میکنید که بازی‌های سیاسی ممکن در راه باشد؟ چقدر احتمال زده میشه برازی و شروع مذاکرات میان افغانان را شما چقدر ممکن میدانید با توجه به حساسیت‌های بسیار کلانی که کشورهای همسایه دارند در افغانستان، اجماع منطقوی، اجماع جهانی و اجماع درون افغانستان همیشه از نقاط مورد انتقاد بحث صلح بود در گذشته که شما هم روش صحبت میکردین؟ عزیمی صاحب، د لویو لوبو او د نیابتي جګړو پلانونه هنوز هم په تعصب سره چې د افغانستان په جغرافیا کې ځای لري، دا که ګاونډیان دي او دا که د نړۍ ابر قدرتونه دي. اوسني وضعیت ته په کتو سره ویلی سو چې ځینې هیوادونه د دغې پروسې په وړاندې باندې جرات نه کوي، ځکه چې یوه قوي اجماع ذهنن د دغې دپاره سته. دا د په کور دننه کې هم ایجاد سوله، په سیمه کې ضعیفه، ولې په نړیواله کچه باندې په قوي توګه باندې سته. ولې هغه تشویشونه چې د افغانانو سره موجود دي، د هغه جملې څخه زما د دوست مسلکه سره د حسیني صاحب سره سته دي، زه درکولی سم. هغه حسیني چې څو ورځې مخکې ورور زخمي سو، د کورنۍ یو غړی شهید سو، د همدغې بدمرغې جګړې د خاطر باندې د کورنۍ نور غړي د لاسه ورکړي دي، هغه حق لري چې تشویش ولري. ولې په ورته وخت کې دا هم موږ باید هیره نه کړو، که چیرې موږ د بین الافغاني جګړې دوام په هر دلیل باندې وغواړو، هم زما څخه قرباني غواړي، هم یې د حسیني څخه غواړي، هم یې د افغان مال څخه، هم یې ستا څخه، هم یې د بل هر افغان څخه. او که موږ بین الافغاني دیالوګ ته ځو او بین الافغاني جګړه ختموو، بیا جګړه نه ختمیږي. تاسې به د دې انتظار ولرئ چې جګړه به دوام وکوي. تاسې به د هغو ترهګرو په وړاندې باندې، د همدغې ګاونډیانو د بدمرغو څارګرو ادارو د ګروپونو په وړاندې باندې تاسې وخت پورې جګړه وکوئ. ولې هغه جګړه مقدسه ده، د هغې ګټل د میاشتو د کلونو کار دی. بناً زه اوسني وضعیت ته نه یوازې دا چې خوشبینه یم، بلکې د دې دپاره منطق هم لرم. هغه منطق مې دا دی چې طالب څونی غواړي جګړه وکوي؟ نولس کاله جګړه وکوله، نولس کاله نور هم دی حاضر دی چې جګړه وکوي. که نولس کاله ده ته نور لوجستیک ورکې، دغوني افغانان چې اوس راغلي دي، پوهنتونونه یې لوستي دي، د ښځو جنبش را جوړ سوی دي، مدني ټولنه دي، رسانۍ دي، دا به درې چنده قوي سي. بیا خو د طالب ملا ته هېڅکله اجازه نه ورکوي چې هغه دې راشي وزیر د سیاحتي امنیت. بیا کېدای شي چې د مسجد ملا ته طالب آقای حکمت، همین نگرانی کلانی که وجود داره با توجه با همین تحولاتی که در پیوان با صلح اتفاق افتاد، نگرانی کلان از دید شما چی است و چقدر امیدوار هستین که فیصله جرگه را طالبا بپذیرد؟ حداقل آقای حسینی گفتند که باید اعلامیه صادر بکنند در پیوان با ختم جنگ و کاهش خشونت و آتش بس باید موقف داشته باشد جانب طالبا. اول خو تاسو وګورئ، تاسو څلور سوه بندیان نه دي خوشي کړي، طالبان د څه شي به اعلامیه ورته ورکړي؟ که تاسو سبا پښیمانه سولاست، دغه د بل لاسپوڅې حکومت دی که سبا اعلامیه ورکړله چې زه دا څلور سوه نه خلاصوم. طالبان سیاست کوي، په سیاست کې معقولیت دی، په سیاست کې حد عقل د یو نتیجې احساس لمس کول او بیا اعلامیه ده. د طالبانو نن ورځې د تېرې شپې خبرې ما واورېدلې چې هغوی د دغې درنې غونډې د مشورې څخه لبیکې ورته ویلې، ملاتړ یې وکولی. تاسو دغه څلور سوه خلاص کړي، طالبان به اولین عکس العمل به دغه وي چې دوی حاضر دي خبرو ته، کوم څه چې اوس ویلي دي. بناً که موږ داسې ووایو چې مخکې له دې څخه چې څه وکوو ثمره یې واخلو، دا خو بیا هغه څه دي چې موږ په ژمي کې د مڼو باغ نه سو لیدلی. راځئ انتظار وباسو، راځئ خوشبینه په دې خاطر واوسو چې
هم دغه طالب چې پرون دی واز د جګړې خبرې کولې نن د بین الافغاني خبرو خبره کوي د ګډ حکومت خبره کوي د انحصار خبره نه کوي بنا ډیر څه دي چې په طالب کې تغیر شوی دی او که دغه دوستان چې غواړي چې طالب وایي چې طالب داسې دی خو دغه طالب دغه سې دی دا شل کاله ته امریکا ناټو زور وهي دغه طالب نه د کلي څخه ورکه نه مو د ولسوالۍ څخه ورکه کړلې لارې در باندې بنده کړې ده کابل یې درته محاصره کړې دي غواړي چې همدغه حالت ادامه پیدا کړي او که تغیر غواړي طالب به منې د طالب سره به کښېنې طالب ته به قناعت ورکوې چې که ته د دې خاورې سړی د پردو دستورونه نه منې د آی اس آی دستور نه منې راسه زما سره په دې خاورې کې کښېنه د دې خاورې مالک شریک او د قدرت ملګری نیسه بیا په دغه ذهنیت باندې موږ کولی شو جګړه ختمه کړو او دا ذهنیت د نن دپاره جبري دی حتمي دی دا رسالت دی چې موږ نن دا خبره کوو که نه سبا ته بیا جګړې ته تګ زموږ پر غاړه هم دی ځکه موږ د جګړې دپاره هغه څه کوو چې تبلیغ ورته ویلی شو تشکر آقای افغانمل چقدر یک فرصت خوب ایجاد شده برای سوال و فکر میکنید که از یک حالت ابهام که همیشه نگرانی ایجاد کرده بود و امیدواری مردم نسبت به سوال کمتر شده میرفت حالا در کجای کار قرار داریم برای سوال بهترین فرصت در سوال در خبر دفار پیدا سویدی لکه مخی جنب اکمت سوی شراب که پر خبر خبر که هم نریوال اجماع او هم پا کور دننه اجماع د سولې په اړه د افغانستان د اکثریت ملت نظر دا دی چې په دې ملک کې سوله راسي او سوله یوازنۍ د حل لاره ده په د جرګې په دې دوو ورځو خبرو کې چې موږ د دوستانو سره وکتل د افغانستان د مختلفو ولایاتو خلک راغلي وو تاسې باور وکړئ چې د هر یوه په خوله کې دا خبره وه چې سوله او قرباني سوله قرباني غواړي او په قرباني په نتیجه کې سوله راتلې قرباني دا معنی چې دغه هم یو قرباني ده دغه څلور سوه کسان یا پرون څلور زره پنځه سوه کسان خوشي کول دا یو قرباني ده باید قرباني ورکړو موږ که موږ وایو چې دا د نه خوشي کېږي ښه دا په دغه په نه خوشي کولو فرض کړئ که نه خوشي کېږي زموږ مشکل حل کېږي نه جنگ په جنگ کې کمبود راځي نه تشدد کمیږي نه بدبختي د منځه ځي نه هره ورځ موږ په دواړو طرفونو کې چون دواړه افغانان دي که زما عسکر دی که زما اردو دی که زما پولیس دی که زما بل مامور د دولت دی که معلم دی که وکیل دی که بل دی که بل دی او که فقط طرف کې دی دا ټول افغانان مري او هر ورځ افغانان مري هر ورځ په انفجار او په انتحار کې په بمبار کې په چاپو کې په جنگو کې دی او بل طرف څخه څوک مري اکثریت د خوار او د غریب اولاد دی د بیچاره اولاد دی د مظلوم اولاد دی د دې ملت د خوار او د غریب بچی مري په دواړو طرفونو کې خب بس قربانی را شما بنا د ټولو نظر دا دی چې په دې باندې اجماع ده نن هم د نړیواله هم داخل کې تاسو ولیدل چې نن د افغانستان ملي مشر جنرال محمد کرزي صاحب هم په خپله وینا کې وویل چې که سوله راسي زما یو ارمان دا دی چې زه باید ولایت په ولایت وګرځم خب آقای افغانمل اجازه بس ولسمشر قربانی را شما یاد کردین په خپل کور کې بکښینم یا په گفتم میرم بلوګر و مطالعه بکوم لیکنی بکوم په هر صورت بله دا او بل مسله چې نن جات ما ملي مشرم ته اشاره وکړل چې زموږ اولادونه به په مسؤلیت په ډاډ په اطمینان مکتب ته ولاړ شي زموږ هغه د کلي د کلو خلک بس سول وخت اتفاق بیفته چون این شرایط فرام میشه اما بس قربانی را شما یاد کردین یک سوال ایجاد میشه که فکر میکنین که این بحث قربانی را که شما تایید کردین که 400 زندانی طالب که متهم به حملات انتحاری قتل افسرها و سربازا و به جرایم مختلف مرتکب بودن اینا رها شوند مسئله گام بعدی که برداشته میشه نگرانی در پروسه را شما میبینین یا ای که دیگه فرصت فراهم است راه باز است و ما میریم به طرف سال بندیان خوش سوالات روس خود بندیان خوش کدل ممکن پاگ بندی به تدابیر بندی ولسوی که دیست سبا و بل سبا که دا خوشی سی زکنن رئیس جمهور اغا پیساله دا ولسی دا جرگی او بناله او ویل چې سبا څخه په دې باندې موږ عملي ګامونه اخلو کله چې عملي ګامونه واخیستل شوله او دا څلور سوه کسان چې په هغه باندې اوس بندبست راغلی دی او یو مشکل ایجاد شوی دی هغه خوشي شوله د دې نه بعد به زه مطمئن یم چې انشاءالله د سولې خبرې هم باید ځکه دا د جرګې غوښتنه هم وه چې د سولې په بین افغاني خبرو کې باید اوله موضوع چې په هغه باندې بحث وسي اوله اجنډا باید د مجلس اوربند مسله وي د دایمي اوربند او د دې په څنګ کې په نورو موضوعاتو باندې هم بحث وسي
طالب حکومت اشتراک هغه ته مناسب برخه ورکول ځکه د افغانستان خلک دي حق لري په دې ملک کې باید ټول افغانان په شریکه د وطن جوړ کړي او په شریکه د حکومت هر څوک باید خپل برخه واخلي. چقدر شرایط مناسب میبینین؟ حالا دیگه چالشی وجود نداره و بحث کلانی که ما بریم به طرف مذاکرات میان افغانان دیگه هیچ نگرانی در پیوان با صلح وجود نداشته باشه؟ گوش کنین، کار که باز اینا از اول میکرد باید فیلن از آخر کنه. اینا باید صلح از خانه به خانه شروع میکرد، از قریه به ولسوالی، از ولسوالی به ولایت به مرکز. اینا از مرکز آغاز کرده. آقای خلیلزاد امرای طالبا شیشتن و ما برای ما گفتن که شما اگه کار بکنید افغانستان صلح میه. رئیس جمهور هم خبر نداشتن، رئیس مصلحت شورای صلح هم خبر نداشتن. خب فعلا ما در یک مرحله انجام شده هستیم. همی فعلا ما برای شما یک چیز میخوایم بگم. ما از عید قربان پارسال تا عید قربان امسال 18 نفر از فامیل ما، یعنی فامیل ما، برادرای ما، بچای برادر ما، بچای کاکای ما، کاکای ما، مامای ما، یک مامای داشتم اون رو شهید کرد و هیچ کدام از اینان عمر زینا از 32 سال بالا نبوده. خب صلح میکنه خلیلزاد و مشکل است در فرا و من طالب فرا را میشناسم که از کدام قریه هست و یکی هست مکی هستم. او صلح میگه او حاکمیت گفتی خلیلزاد سر ما، من بخشم پدر خلیلزاد نمیتونه ببخشه، من بخشم پدر غنی نمیتونه ببخشه. اینا در سیاست خود ناکام است، اینا در پروسی خود ناکام است. امی حالم سر وقت است، امی حالی که دولت قربانی داده، طالب فعلا موش سفید ما از شار نمیتونه به قریه بره، به قریه خود او رو طالب میکشه، ملا رو میکشه، جوان رو میکشه. این انگیزه، این رویه باید داده شوه که طالب بگه اگر شما به قریه میای ما به شما کار نداریم و به عمل ثابت کنه. این بر مردم بگه سر شارا هر کس که قندار میره، هرات میره، کابل میره، شارای شمال هر طرفی که هست، شمال جنوب، کس به شارا کار نداره، با مردم هر کس میتونه سیر سفر کنه. بنان اینا مردمانی هسته که به گفتای جناب باورمند ما نیستیم، به خاطری که اینا طی تقریبا 13-14 سال از زمان آقای کرزی که کل افغانستان میگفت کرزی برادرش طالب هاست زیر انتقاد بود، مردم دشنام میداد، بازم میگه برادر طالب جنگ نکن. امروز هم همین جمله خدا گفت. اینا نه به برادر میفهمن، نه به پدر میفهمن، نه به هم وطن میفهمن، نه به عالم میفهمن، نه به هیچ چیز نمیفهمن. اینا همه چیز نوک تفنگ زینا هست. اینا ضد بشریت است، ضد اسلامیت است. ما میخوایم که اینا آل سر عقل بیاید. ما قربانی رو دادیم. ما اگر طالب واقعا وجدانا ایمانا و اینا به خداوند و قرآن خدا معتقد است، اینا مخلصانه میای صلح میکنه. ما از خون فامیل ما گذشتیم به خاطر ملت افغانستان. ما آخرین بچه کاکای ما طب خوانده امسال فارغ شده آمده خانه پدر خود، روز عید او رو گیر کرده، گفت از کجا هستی؟ گفت از دارآباد. سر تخت دلی ضربه کرده، دکتر، عالم، یک کسی که بر بشریت میار است، او بر انسان ها زحمت میکشه. او دکتر را هم کشتی، او کسی که تحویلدار مکتب بود او را هم کشتی، او کسی که نرس بود او را هم کشتی. بنان اینا اگر میخواهد که ملت افغانستان سر اینا باورمند باشه و اعتقاد باور داشته باشه، دولت افغانستان خودگذری خود کرد، جانفشانی خود کرد، زیر انتقاد شد. من خودم یکی از کسایی بودم که برای رئیس جمهور غنی سه مرتبه کمپین کردم، تا روز امروز هم یک افغانی ازش بر دفترهایش میربانی. من مادر دارم 55 ساله، به می دفعه 16 کیلومتر، دو دفعه قلب خود عمل کرده، 16 کیلومتر پیاده رفته برش رای داده. ما خود گذری رو می کنیم، اما متاسفانه سردی مثلا از آقای رئیس جمهور ما آزرده هستم. ما گفتیم که همین پیسه را ایج مصرف نکن، ملت ما گوشنه هست. به جایزی ادقل ما همین برداشت ما از همسایه ما باشه. ایران وقتی که امرای عراق درگیر شد، بعد از درگیری چند چیز خود روش داد. اول تمام قوای مسلح خود تجهیز کرد، از روسیه بود، از فرانسه بود، از آمریکا بود، از انگلیس بود، بر خود تجهیزات خرید، بعد معارف خود، بعد زراعت خود. اما متاسفانه ما امروز سلا ندارم. تو میاری ایج اینا رو مردم نان میدی و او هم هیچ خبر نداره سر چاکشش گنز خواهد. بگی بر اردوی ملت دشمن سرای لیزری داره، من ندارم. بگی بر ما سلا بخر، بگی بر ما تیاره بخر، بگی نظام مرا تجهیز کو. براینده ما فردا امروز یک کشور درگیر میشیم. ممنونتون.
با ادامه بس برمیگردیم، یک میان برنامه میگیریم، دوباره بر جنبندی این بس با شما خواهیم بود. دوباره خوش آمدین. بنبست صلح افغانستان آیا شکسته شد؟ 400 زندانی طالب فردا بنابر وعده رئیس جمهور رها خواهند شد و میریم به طرف گفتگوی میان افغانان. اما براستی فرصت به وجود آمده برای صلح نتیجه را میبره به طرف آغاز گفتگوها و رسیدن به صلح، یا هنوز هم چالش ها و موانع بر سر راه صلح افغانستان وجود دارد؟ آقای حکمت، از شما آغاز بکنم به عنوان جنبندی بحث. آیا فکر میکنین که دیگه فرصت رفتن به طرف صلح از گفتگوی میان افغانان، کاهش خشونت در قدم اول و ختم خشونت در قدم بعدی، یا هنوز هم نگرانیایی که مطرح میشه بجا هستند؟ د اوس لپاره موږ په دا څلوېښت کاله کې هغه فرصت ترلاسه کړی دی چې مخکې مو نه درلودلی. دا فرصت د افغانانو ترمنځ د جګړې د ختم شروع او د پردو په مقابل کې د جګړې د دوام په مفهوم دی. که چیرې تاسو وغواړئ چې دغې پروسې ته داخل شئ، بیا د دې ضرورت نشته چې تاسو د څلور سوه ښاغلو څخه چې خلاصوي ضمانت وغواړئ. چې جګړه ختمه شول، دا څلور سوه هم لکه نور څلور زره طالبانو غوندې په خپلو کلیو کې ناستې سیاست کوي، جګړه نه کوي. بناً زما په باور باندې چې موږ د دغې فرصت د لاسته ورکولو حق نه لرو او دا فرصت باید تقویه کړو، نور یې هم مخته بوزو، تر څو چې لومړنۍ لاسته راوړنه مو چې هغه د افغاني مذاکراتو شروع او لومړنۍ پریکړه یې اوربند وي. که دغه مرحلې ته ورسېدو، لکه نن چې خوشبینو یو، دغه خوشبیني کېدای شي چې د اوسني حالت څخه نوره هم زیاته شي. په غیر له دې څخه زه د خپل دوست حسیني درد درک کولی شم، مګر زه حسیني ته وایم چې ته وکیل یې، د ټول افغانستان استازی یې. دا هم درکه چې دغه ستا د فرا د کلي یو باعزته ملا، زه یې نوم پېژنم، ګوانتنامو ته د همدغې حکومت په ملګرتیا امریکایانو لطف بوتلی. آیا د هغې مسؤول څوک دی؟ زه ورته نه یو چې په دا حکومت کې مو په دا نظام کې مو کار کولی. درد به د دواړو خواوو څخه وایي، لکه ته چې دردېدلی یې، د فرا نور دغسې خلک معزز خلک دردېدل دي. که دغه درد ختمول غواړي، د جګړې خبرې به نه کوو، د عفه به کوو، یو بل ته به د ورورۍ لاس ورکوو. ته د وکیل په صفت باندې، د یو معززې کورنۍ د استازي په صفت باندې، د فرا د خلکو د استازي په صفت باندې، چې ټول فراوال سترګې درته ګوري، باید دا ووایه چې ټول چې جګړه غواړي هغه زما نه دي، هغه څوک چې صلح غواړي هغه زما دي. دا که طالب جګړه غوښتله، راځه په دواړو لاس ورته وایي. بنان عذر مې دا دی، خواهش مې دا دی دوستانو ته، چې په دغه شرایطو کې د جګړې خبرې مه کوئ، د انتقام خبرې مه کوئ، د صلح او د ورورۍ او د ګذشت خبرې وکوئ. پرېږدئ چې دا پردي نور څلوېښت کاله راباندې وخندله، د سره استعمار څخه تر برګ استعماره پورې نور به پر ځان باندې نه خندوو، سیالان به جوړ کړو، د ایران به هم سیال شو، د پاکستان به هم سیال شو، داسې ژوند به ولرو لکه نور ملتونه چې په نړۍ کې لري. تشکر آقای افغان مال. اگر سه طرف مذاکره کننده را، حالا طرف صلح طالب، طرف حکومت، طرف آمریکا و کشورهای منطقه را هم طرف چهارم صلح افغانستان عنوان میکنن، مقایسه بکنیم فرصت ها و تهدیدها را برای صلح افغانستان چگونه میبینیم به عنوان جمع بندی؟ ز در جناب حکمت صاحب خبر پتاید دغه موقع طلایی موقع ګڼم او یو ښه چانس بولم او په امیدواری لرم چې په دې وخت د دغه موقع څخه د دې موقع څخه چې دلته یو اجماع رامنځته شوی ده او یو سیمه ییزه اجماع، نړیواله اجماع، په کور دننه اجماع، د دغه موقع څخه باید ښه استفاده وسي د سولې دپاره. بالاخره اوس هغه موانع چې موجود وه هغه رفع سول، هغه دفع سول. امید شته چې سبا او بل سبا کې دغه څلور سوه تنه بندیان خوشي سي، آزاد سي، خپلو کورونو ته ولاړ سي، په خپلو کورونو کې د خپلو اولادو سره، د خپلو بچیانو سره، خپلو پامیلو سره، خپلو کورنۍ سره آرام ژوند وکړي، آرام مطمئن ژوند وکړي، کښینی او نور دغه د جنګ او بدبختۍ د حالت څخه د ملک ووزي او ډېر ژر بین الافغاني مذاکرات شروع سي او په بین الافغاني مذاکراتو کې پر اوربند باندې او پر نورو اړینو موضوعاتو باندې بحث وسي او د بحث د لارې په اول قدم کې، چون موږ اوربند ته ضرورت لرو، دلته خونریزي روانه ده، د خونریزي د مخنیوي دپاره باید اوربند ته ضرورت دی. په دواړو طرفونو کې افغانان مړي، افغانان دي، زموږ ورونه دي، زموږ عزیزان دي او بالاخره په نورو موضوعاتو باندې هم د دې لارې بحث و خبرې وسي او د حل لاره پیدا سي. تهدیدات یې هم هست که پروسه راسي پذیر بسازه د دې شرایط، چون دلته یو اجماع اوس رامنځته شوی ده، د امریکې متحده ایالات چې زموږ په اصطلاح دلته حضور لري، هغوی هم د دې او ناټو هم تقریبا تر ډېره او نور نړیوال هېوادونه هم، حتی همسایګان هم تر یو حده پورې ظاهرا
خوش به د سولې په اړه ښه نظر لري. د ټولو فکر کوم خیر په سوله کې دی، د افغانستان په جوړ کې دی، د افغانستان په آبادۍ کې دی. که دلته سوله وي، دلته امن وي، دلته ثبات وي، ممکن موږ دا یو بل سره ښه روابط وساتو او یو بل سره ګډ په سوله کې ژوند وکړو، او دا به انشاءالله د ټولو دپاره په هر لحاظ ګټور کار وي. بسیار تشکر. خو حسینی، حرف آخر شما را میداشته باشیم به عنوان جمع‌بندی. خب من میخواهیم که اول برای جناب استاد خود بگویم که ما قربانی دادیم، ما قربانی را ایرتو ندادیم که خدای نخواسته. ما به خاطر منافع ملی، به خاطر ارزش‌های قانون اساسی و ملت خود دادیم. عالم حاضر هستیم به خاطر وطن خود که یک نفر باشیم، ما حاضر هستیم. اما طالب‌ها حاضر نیست، طالب‌ها حاضر به گفتگو نیست. ما قربانی دادیم و حاضر هستیم که از این خون شهدای خود بگذریم. ما از زمان آقای آمد کرزی تا امروز چهارم هید 148 نفر از قری خود که قری ما کل یک پدری است کشته دادیم در رای وطن. دگروال، جنرال، مدیر امنیت، ولسوال، سارنوال، قاضی، معسل، دکتر، ما هیتو کسار قربانی زی وطن دادیم. ما میگیم که ما قربانی دادیم، از قربانی خودم میگذریم که اینا صادقانه باشه. ما صادق هستیم، حکومت ما هم صادق هستن، همین جام زر ما نشیدیم. اما ای تو نشه که اون مهم بر من نیست که دفرا اینا کار نمیکنه، ولی چرا با بدخشان جنگ است؟ بدخشان هم ولایت ما، چرا در قندار جنگ است؟ گفتم اگه اینا آماده به صلح هست، باید یک اعلامی ظرف 24 ساعت بده برای این نیروهایی که در افغانستان اینا کسایی هستن که از جای دیگه الهام میگیره که در جنگ تا ختم پروسی صلح بین الافغانی هیچ کس حق ندارم یک فیر بکنه، هیچ کس حق نداره شهرها رو مسدود کنه، هیچ حق نداره موتر کس آتش بده. اینی میگه صلح. صلح یک طرفه خو نمیشه. اگر از ما بودن اعظم و انس حقانی تا به آخرش، خو ما همینا کلی قربانی دادیم، همینا کلی ما گذشت کردیم، همینا کلی ما صدای خود بلند نکردیم، بازم قربانی میدیم که اونا صادقانه باشه. ما صادق هستیم و به گف خودم وفادار هستیم. از مسلمان که در زبانش کلمه گفته میشه با او زبان باید تخطی نکنه. ما گفتیم هستیم، آتش بستم میکنیم، طالب هم دیگه نمیکشیم. اما اونا که میای برادر ما وجودار در سنگر استاد است، از منافع ملی، از تمامیت ارضی ننگ نمامی است، ما دفاع میکنه او رو میای در فرخش میزنیم. ایره میگه صلح؟ نه، من امیدوار بزی هستم که سر حقل بیایه دیگه. از جنگ، برادر کشی، از خرابی سرک و پل پلچک و مساجد، از علما، از دانشمندا، از اساتید سیاسین دست بکشه، بیای دست به دست هم دیگر بده. افغانستان خانه مشترک ما و شماست، بیاید افغانستان زندگی کن. بسیار تشکر. عبدالستار حسینی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، بسم الله افغان مل، والی پیشین ولایت زابل، و همچنان دکتر صاحب حکمت الله حکمت، آقای سیاسی که از طریق خط اسکایپ از سویدن با ما بودین. بسیار تشکر از حضورتان. تشکر از شما بینندگان عزیز هم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.